یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی. یلدا جان الو، قد نکن، ببین، نه یه لحظه باشه، فقط نگاه کن ببین، چون به هر حال امشب درازه، گفتم که مراقب خودت باشی. الو، ای بابا چرا اینا قد میکنن؟ یلدا چشونه این پنجمین یلدایی که من به زنگ میزنم و قد میکنه؟ آخه چه کاری؟ یه شب به نامتون کردن ها. به نظر من باید بقیه شبان به نام اینا باشه، مثلا شب ساناس، شب بنفشه، شب مریم. چه گناهی کردن اونا که به نامشون نیست اون شبا؟ شب یلداتون مبارک. خوش اومدیم به یک گرینگو شوی دیگه. من همیشه فکر میکردم که این شب یلدا مثلا 2-3 ساعت باید طولانی تر باشه، که طولانی ترین شب ساله. نگو فقط 50-60 ثانیه، بیشتر نیست. ولی خب برای ما هم اون 50-60 ثانیه خیلی ارزشمنده. میدونی چند تا کامنت فوش میشه نوشت زیر پست میسی و مجریای قرعه کشی ها؟ یعنی اینقدر ما منظم و مرتب هستیم و باید همه چیز سر جای خودش باشه که همین وقت کوتاه هم ارزشمنده برای ما. مثلا نمونهایی که ما اینقدر منظم و مرتب هستیم، خب از چیزای کوچیک بگیریم تا چیزای بزرگ. جشن امضای مثلا یه سریال یا کتاب که نمونه خارجیش هم زیاده ها، مثلا این نمونه خارجیش. خب نمونه خارجی رو دیدیم، اصلا اینا نمیدونن نظم چیه، همینجوری ایستادن. شما نظم رو میخوای بدونی؟ این همین ویدیو خارجی، ویدیو خودمون، جشن امضای سریال دیویدی سریال ممنوعه بوده که خیلی منظم و مرتب به این شکل برگزار شده. ببینید نظم و ترتیب به این میگن، خیلی منظم و مرتب حمله کردن. یعنی اومده بودن که دیویدی های امضا شده توسط بازیگرای سریال رو بگیرن، هم دیویدی ها رو خرد کردن و هم بازیگرا رو فراری دادن، کلا همه چی به هم ریخت. و یه دم بودم که داد میزدن که بی فرنگ خودتی و محکم پاشون رو میکوبیدن رو اون دیویدی ها. و خب این نمونه فرهنگیش بود، نمونه رانندگیش هم هست، مثلا به این شکل. خواهش میکنم زود قضاوت نکنید. خب همیشه اینجوری نیست، یعنی خیلی از مواقع هست که راننده ها خوب رانندگی میکنن و به هم دیگه احترام میذارن، همه به هم. شاید بگین که مثلا مواقع اضطراری، آره مثلا این والا نه، اینم جز اون حساب نمیشه. منظورم از بعضی از مواقع این ویدیو بود. خب ببینین الان نظم و ترتیب دقیقا همینه. الان لوله ترکیده آب داریم پشت خیابون و این ماشینا، اینه این دونه های انار شب یلدا، 100 دانه ماشین دسته به دسته با نظم و ترتیب یک جا توی خط دارن حرکت میکنن که قشنگ این آب لوله ترکیده به همه برسه. همه هم دارن به هم دیگه احترام میذارن. برای اینکه بتونیم همه رو تشویق کنیم که بین خطوط رانندگی کنن، به نظر من بالای این پل هوایی نفری یه دونه شیلنگ بگیرن بین خطوط، قشنگ بگیرن که این ماشینا راحت بتونن از بین خطوط رد شن و
پول کارواش هم دیگه نمیخواد بدم. هفته قبل ما یک ویدیو پخش کردیم، یعنی یک افشاگری صورت گرفت توسط دو تا از بازیگرای سینمای کشورمون که بد نیست گوشه ای از اون افشاگری رو با هم ببینیم. رفتم قرارداد بستم برای نقش مونس، خود نقش مونس نقش اول. یه هفته قبل از اینکه در واقع کار شروع بشه خودشون به من زنگ زدن که امشب ما میتونیم هم دیگه ببینیم. گفتم بله چرا که نه، ولی الان ساعت 1 آقای رخشانی. بعد گفت هر ساعتی باشیم، میخوام زوایای مختلف صورت شما رو ببینم. بعد خیلی به سرعت گفتن دوره هم باشیم دیرین که بزنیم. خب این ویدیو که اومد بیرون و کلی هم واکنش نشون دادن همه، از جمله دنیا مدنی یه واکنش خیلی جالب داشت به این قضیه. می‌کنم الان بزرگترین مشکل ما در جامعه خشمه. خشمی که در اثر هر چیزی برانگیخته میشه، اتفاقات خانوادگی یا مشکلات طبقاتی، ولی مهمترین چیز و بارزترین چیزی که ما حتی بین همکارای خودمون می‌بینیم خشمه. شما بین همکاران خودتون این خشمو به چه شکلی می‌بینید؟ والا اتفاقی که این روزا دارم میبینم یه جور افشاگری و یه جور پرده برداری از اتفاقات خصوصی این حرفه است که به نظرم هیچ دلیلی نداره. در هر حرفه‌ای خیلی اتفاقها میفته، ولی ما دلیل نداره که اینو انتشار بدیم و بازتاب بدیم به جامعه. فکر کنم این از یک خشمی که حالا حاصل هر چیزی که ازش درونی من نمیدونم از کجا میاد. آقا این خشم واقعا از کجا میاد؟ یعنی بگین اگر از اینجا است، آقا در اون درو ببندین که خشم نیاد تو. دنیا جان تو خودت الان اینقدر خشمگینی که دیگه 5 دقیقه مصاحبه بیشتر بود که همه رو کبود کرده بودی. نکته ای که شما اشاره کردین در واقع منو یاد گفتگوی انداخت اخیراً که دو بازیگر زن در مورد مسائل آزارهای جنسی انجام داده بودن. در دنیا از اینجور حرفا داره حمایت میشه. چرا شما اینجا این زنان رو سرزنش میکنید؟ سرزنش نمیکنم. اولا که این ماجرا مال فرهنگ ما نیست. الان یعنی چی مال فرهنگ ما نیست صداشو در نیاری؟ یعنی مال اونها قضیه جدیه، به ما که میرسه شوخی خرکی و بازی بازی حساب میشه. تو خودت یک نقشی رو گرفتی تو اون سریال رهایم کن که داستانش اصلا همین بود. دو این که در اون جامعه زنان موفقشون میان این بحث رو راه میندازن، زنانی که به جایگاهی که باید میرسیدن رسیدن، دغدغه از جای دیگری برمیاد. بحث این نیستش که اگر آدمی موفق نباشه حق اینو نداره که حرف بزنه. فکر میکنم که اینها یک سری دغدغه‌های شخصیه، دغدغه شخصی که تأمین نمیتونیم بدیم به کل سینما. این اتفاق برای همه آدم‌ها در سینما نمیفته. خب تمام بحث هم همین بود دیگه. آنجلینا جولی، گونت پالترو و خیلی کسای دیگه که گفتن به خاطر همین بود که بگن که آقا جایگاه مهم نیست و این هشتگ میتو راه افتاد که به همه جرأت بدن که بگن. منتها خب دنیا جان یه نظر دیگه ای دارن. حالا یک سری آدم هایی که اصولا هم در سینمای ما جایگاهشون مشخصه میان این کارا رو میکنن و فقط میان یه تایم خودشون رو توی اکسپلور بذارن. البته تعمیمی هم ندادن به همه. دنیا جان به نظر من جوایز اسکار و تمام این جوایز بین المللی بازیگریت رو یه مدت توی اکسپلورر نذار، یه ذره دور باش تا ببینیم چی میشه. باز خدا رو شکر که مصاحبه به انگلیسی نیست که اونور آبیا بشنون، وگرنه که مجبور بودیم به جای مثلا هشتگ میتو یه هشتگ هم برای دنیا جان درست میکردن، مثلا هشتگ چی تو که چی تو این میگذره. خوب گفتم نه؟ حالا اگه دنیا جان نگه که این مسائل رو نگین، این ویدیو رو با هم ببینیم. از بازیگرها به خاطر بدقولی هایی که بابت مسائل مالی باهاشون شده شاید دیگه دوست نداشته باشه. یکی از دوستانم بازیگرم هست، از تهیه کنندش پول طلب کار بود، زنگ زد به تهیه کنندش بارها و بارها بکن تا نذارم چند سال کار کنی. این قلدری ها وجود داره. اگر فقط یک مورد بود، دو مورد بود، خب آدم میگفتش که حالا پیش میاد، ولی وقتی این اتفاق سالهاست داره میفته مشخصا یک جریانی وجود داره که هیچ وقت جلو این تهیه کننده رو نمیگیره. خب وضعیت جوری شده که برای گرفتن اون نقش، برای امضای قرارداد با بعضی از این کارگردان و تهیه کننده ها، مجبوری اولش با داداشت بری و برای گرفتن حقت پولت باید مثلا یه شرخر استخدام کنی بری. خود من هم همین کارو کردم. نقش یونس که یادتونه، داداش مونس. اونو من کل فامیل بردم برای امضای قرارداد.
دیگه برای گرفتن پول کل باشگاه رو با هم بردم اونجا که یه جوری بتونم اون پول رو پس بگیرم. البته بگم همه جای دنیا اینجوریه و تو کشور ما هم بعضی از اینا اینجوری هستن. خب به قول دنیا جان این مال فرهنگ ما نیست. البته دنیا جان ببخشید، جسارت کردیم، عذرخواهی میکنیم. بهار افشاری بازیگر بسیار خوب، عزیز، هلو و کسی من میبینمش هر شب هم شب یلداست. یه استوری گذاشته به این شکل: یک تیم مجرب و حرفه‌ای در زمینه اصلاح حجاب و روسری نیازمندیم. دید دید دید. آقا خواهش میکنم اگه میخواین حجابای منو درست کنیم، منو شبیه دلمه برگ ما نکنید. خیلی ممنونم. کاری ازت بخوام من رو انجام میده؟ آره. دلمه جان چیز ببخشید، بهار جان، خب مگه دلمه برگ ما چشه؟ شما دوست داشتی یه جوری سانسور بشی که مثلا شبیه زرشپلو با مرغ بشی؟ نه، الان خود من سانسور شدم اینجوری که شبیه تاس کبابم. خب باز هم خدا رو شکر، خدا رو شکر که جوری سانسور نشدی که مثلا شبیه کرفس بشی. در غیر این صورت با اعتباری که خورشت کرفس بین غذاها داره، من که هیچی، سرین اسب سردار آزمون هم نمیخواست باهات صحبت کنه. البته الان من یه گیر کردم این وسط، مثلا اگه برم یه جا هر دلمه برگمو ببینم یادم به شما میفته، نمیدونم که باید اونو بخورم یا بخورم، نمیدونم. یه ویدیو هم دیدم از شبنم فرشادجو که اینجا با هم میبینیم. سوال خصوصی؟ خیلی خصوصی نه. ازدواج نه، ازدواج نکردم. نه، نمیخوام بکنی منظورم. چرا، خیلی دوست دارم. تشکیل خانواده رو خیلی دوست دارم. خیلی خصوصی نبود سوال. آره، نه، دوست دارم ازدواج کنم. نه، خیلی دوست دارم به خاطر اینکه نمیدونم، به عنوان یه خانم 40 ساله همه کاری کردم، تو رشته خودم، تو ورزش، تو سفر رفتن، تو همه چی دیگه، فکر کنم وقتش داره دیر میشه. ان شاء الله ما دعا میکنیم که به چیزی که دوست دارید اتفاق بیفته براتون، یه عشق خوب، یه زندگی خوب، امیدوارم در کارتون موفقین، در زندگی متعالی هم موفق باشین. آها، ملاکات هم میگم بپرسن. صداقت داشته باشه، دستش به دهنش برسه، مهربون باشه. آها. توجه کنه، دروغ نگه، چه میدونم همینه. از این چیزا هر آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داشته باشین. ولی همچی کسی گیر نمیاد. شبنم جان شما یه ذره چشماتو باز کنی و اطرافتو نگاه کنی، کس مناسبو پیدا می‌کنی. شما بیا دایرکت، من خودم با خانواده میرسم خدمتتون. برای من همین که شما خوشگلی کافیه، بقیه چیزا با کتک درست میشه. هیچ توقعی هم از همسر آیندم ندارم، فقط این که منو نپادا گیر بده که کجا داری میری، چی کار میکنی و مثلا بخواد اینجوری منو کنترل کنه. اینم جی پی اسی که خانوم واسه آوا گذاشته. جی پی اسی که خانومی واسه آواش گذاشته، ببینی کجا میره، کجا میاد. واقعا این خانوم لایک داره. شوهره که میاد خونه، خونه میشه منطقه جنگی، دم در به بعد کلن مینگذاری شده. زن خشم شب میزنه، یه خب بسیم بیرون شوهره کجاست، و توی روز که میره بیرون با آرپیجی دنبالشه، یعنی دست از با خطا کنه سریعا شلیک میکنه. تو رو خدا مراقب باشید، من الان خودم که پابرهنی دیگه دارم کارو انجام میدم میرم بیرون. حالا میخواین شما کار اداریتون رو حداقل با دمپایی انجام بدین، ریسک نکنید. برای بعضی از این آقایون ریگ به کفششون دارن و این خانوما میان اون ریگو در میارن و به جاش جی پی اس میذارن. خیلی دقت کنید، مخصوصا شما. بله شما آقا، شما که ریگ تو کفشت داری، دقت کن که ریگ باشه یا جی پی اس نباشه. خب وقتی که همه سرگرم این چیزها بودیم، یک ویدیویی از مائده هژبری توی فضای مجازی پخش شد که با هم می‌بینیم. مایه
خدی جان قربونت برم، خواهش میکنم از این کارا نکن، بچه ها اذیت میشن. دفعه قبل که شما مشکل برات پیش اومد کسگم و این سلبریتی ها بچه های اینستاگرام خواستن ازت حمایت بکنن، خب رقص، یعنی شما اینستاگرام رو باز میکردی و خیر میومد بیرون. الان فکر کن خدای نکرده یک وقت مشکلی برات پیش بیاد و بچه ها و سلبریتی ها بخوان حمایت بکنن که همشون این در دیوار رو چه میدونم از ساختمون آویزون باید بشن. اصلا نکن، حداقل به فکر خودت نیستی، به فکر بچه ها که باش. عجایب شهری شده واقعا، عجایب شهر، عجایب شهر، عجایب شهر، عجایب شهر. میس چطوری؟ خوبم مرسی. پلنگا که اذیتت نکردن که؟ فعلا تنها پلنگی که منو اذیت میکنه خودت. دیگه خب اینقدر بخش خزمزگان خطرناکه که ما تصمیم گرفتیم که بیایم بیرون توی خیابون بگیم که اگر حمله کردن حداقل کسایی باشن که به داد ما برسن. یعنی من دیگه به داد تو برسم. اگه بتونی که عالیه. بریم ویدیو رو ببینیم، ببینیم چیکار دارن میکنن. من آمادم. بریم ویدیو رو ببینیم. هنوزم شب به شب عکساشو میذارم جلوم، از همه دنیا بریدم تا نبینم قدرم. من دیوونه هنوزم به تو وابستم، با این که از تو هیچ خیری ندیدم، ولی تو انگار که نه انگار خودتو زدی به اون راه، میگی که هنوز غریبم. امیدوارم این قرصایی که خورد سریعا اثر کنه، یعنی یا در جا بیفته یا حالشو خوب کنه. خب این افسرده هست دیگه، ولی خب لباس مهمونی به خودش رسیده، یعنی اگه من بودم داشتم زار زار بکنم مسکارا داره رو صورتم میریز و میکاپ هم این بکنم، حالش هم خوبه و مهمونی میده، حالا تازه فیلم هم داره میسازه، فیلم میسازه، بعد این شکست عشقی منتو سریعا احتمالا بعدش میخواد بره مهمونی، تیپ مهمونی زده، یعنی نمیدونم قرص هم خورد که خودکشی کنه. قرص خورده، شاید یه قرص دیگه بوده برای مهمونی. خیلی خوشکل و خوشتیپ باشه وقتی که قرص اثر میکنه. نمیخواستی بگی یا بسنم سر رفت بابا خالا بازی کن بسنم خالا بازی کن دیگه قربونت بشه قربونم بشه قربونت بشه من قربونش باشم؟ نه من قربونش باشم. سگه آرزو داشت که زبون داشت و با اینا صحبت میکرد که آقا منو آزاد کنی، میخوام مثلا توی افق محو شم. دست خب اینا راحت چه؟ خب این دومش داشت چپ و راست و اینا میرفت دیگه، یعنی اکسایتد، یعنی داشته تشکر میکرد و خیلی هم شاید اونم داشته قربون صدقه میکرد. نه اشتباه میکنه، نکته خوبی رو اشاره کردی، آفرین، مشخص داری خوب مینویسی. ولی راست به چپ تشکره، چپ به راست احتمالا فوش قارمادره، یعنی چپ و راستش کرده، داری چپ و راست میکنی اینا رو. خدا خفت نکن. دوستان عزیزم، قراره با یک تیم مستندسازی حرفه‌ای که کارشون فوق‌العاده است، لایف استایل و زندگی مدل منو بسازید. خیلی کارشون عالیه، توی یک روز تمام چیزایی که از من میدونی قرار دیده بشه. مطمئن باشید کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم خارجی‌ها میان از روش می‌سازن. کاش از منم یه مستند درست می‌کردن با این درد. آخه چه مستندی قراره از تو ساخته بشه؟ همونی که میخواییم در باره تو بسازیم، یعنی اگر اینجوری منم باید 6 تا مستند در مورد من بسازم. احتمالا راز بقای چیزی هست میز، مثلا یه گونه جدیدی از جانوران اومدن که این شکلی هستن، لامینه دندان ها، دندان سفیدان، و اونجوری کار کنم. ویدیو بعدی رو ببینیم. سلام علیکم به عشق ایران و ایرانیان، گفت اومدم با یه موتور داغون به لبتون قندون، وای آده دلتون قندون، لبتون قندون، به عشق ایران ایرانیان، بگی نقشه رو بگی.
وای وای وای، این دیگه چرا این موقع صبح گرینگو چرا آخه آدم لخت بشه؟ من اینو نمیفهمم. والا اینکه چرا آدم لخت بشه یک بحث دیگه ایه که بعد از برنامه کاملا برات توضیح میدم. ولی اینکه این دیوانه چرا لخت شده برای یه فالوور رو 4 تا لایک میارزه؟ خدایش ارزشش رو داشت؟ این نه، این تو رو خدا نمیخواد به عشق ایران و ایران و ایرانیان آبروی ایران و ایرانیان رو ببری. بشین توی خونه. نبود آخه، با اون سیکس پک اوکی بود. بشین توی خونه اونجا دیگه، قطعا به خاطر ایران و ایرانیان بشین توی خونه. بچه سلام، به به ماسک شکلات گذاشتم. چه شکلات خوشمزه ای. میاو رنگم یه رنگم باشه خوشگل ها. آره خوشگل ها میز نه. آخه دیگه الان ولی رنگ قهوه‌ای بهش میاد. آره قشنگش کرده، یعنی روش نشسته مثل پیشی قهوه‌ای میشی. بعد این اینا خب توی فضای مجازی میان، فضای مجازی رو قهوه‌ای میکنن، حداقل بذار رنگش هم بگیرن دیگه. آره ولی میدونی یه چیزی بهت بگم؟ بگو. من از این دختر خوشم میاد، خیلی بانمکه. باز کن درو برو بیرون. برو تمام. سلام، این پست جواب سوال خیلی هست که همش میپرسن لباسات از کجا خریدی. نمیخوام خیلی کلیشه‌ای صحبت کنم، فقط میخوام بگم از امیرمی میکنم پارت دو کارهای جدیدشونم تو راهه. میس تو پرسیدی که لباسش از کجا خریده؟ عمرن چون من لباسی ندیدم، گفتم این لباسی که نداره رو از کجا خریده. حالا فکر کنم چیز جواب زیاد کلیشه‌ای هم نداد. کلیشه‌ای به نظر من به جای اینکه جواب کلیشه‌ای ندید اون کلیشه‌ها رو جمع کن ببرید دیگه. خب بخش توییتر آرسیون و توییت‌های بامزه شما. آقای سیبیلو نوشته در تقویم رسمی ایرانیان باستان شب یلدا به عنوان بلندترین و شب امتحان کوتاه‌ترین شب سال معرفی شدند. هوشنگ توییت کرده از یک شنبه میخوام برم باشگاه، شنبه میخوام سیگار رو ترک کنم. غنیس نوشته بابام رفته بازار قیمت آجیل برای شب یلدا رو دیده، میگه این یه شب هم سرتون تو گوشی باشه، لازم نکرده دور هم جمع شیم. رضا توییت کرده یکی از دلایلی که نمیرم اروپا دستشویی‌های فرنگیشه، وگرنه نداشتن پول و بلد نبودن زبان همش بهونه است. لیلونک نوشته زمان ما همه خلبانی قبول شده بودن، فقط چون یه دندون پر کرده داشتن ردشون کرده بودن. پریسا نوشته این ماه سرعت و حجم اینترنت خونه رو زیاد گرفتم که شب یلدا مهمونامون بیشتر سرشون تو گوشی باشه، کمتر آجیل بخورن. شین الف توییت کرده یخچال خونه شما هم نصف شب قلنج میشکنه. کنسل نوشته شب یلدای امسال افتاده جمعه که ما یک دقیقه بیشتر به صبح شنبه فکر کنیم. یوفو نوشته رفتم کفش بخرم، قیمتها رو که دیدم تصمیم گرفتم برم آهنگری بدم نعل کن. دمتون گرم، خیلی باحال بود. راز بقا انسیکرت بگه. راز بقای دیگه ای رو توسط هامون همت دوست من امشب قراره برملا کنه واسه ما. بریم راز بقای این شب یلدا رو با هم ببینیم. ما پیشتر به همراه تیم نشنال جیوگرافیک مستندهایی در مورد حیات وحش و حیوانات را برای شما می ساختیم. Last National Geographic Animals. شیر سماور. اما همکنون با هم به بررسی چندین موجود ناشناخته که علم زیستن و حیات را به چالش کشیدند می پردازیم. حیات وحش. این موجود شباهت بسیاری به اورانگوتان در حال توبه دارد. The orangutans in the name of God. و اما موجودی بسیار مرموز که پژوهشگران پس از تحقیق‌های فراوان هنوز هم در شک و شبه هستند که او دست ملت داده یا ملت به دست او. I don't know the very hand to hands. جنسیت این موجود هم هنوز شناسایی نشده. ظاهراً جانوری ما بین نر و ماده می باشد. گویا این یکی هم پلنگ صورتی این زن چیره به شمار میده. Please don't try at home. خب
خب رسیدیم به بخش قرعه کشی و دو برنده خوششانس این هفته، چون از این به بعد ما به دو نفر نفری $500 جایزه میدیم و ببینم اون دو نفر خوششانس کیا هستن. لطف کنید که برای نفر اول از 5-1 با من بشمارین تا انگشتای من اون رو در بیاره از توی این لیست. 5, 4, 3, 2, 1. خب نفر اول محمد، خط تیر A، نقطه 86. مبارکت باشه محمد جان. و برای نفر دوم هم میخوایی نفر از 3-1 بشمارین دیگه. 3, 2, 1. خب نفر دوم هم نمیدونم، جی نقطه بصیری، نمیدونم پسر یا دختر بودنشو نمیدونم، که فقط همین که سالم باشه برای ما کافیه. انشالله مبارکتون باشه، از طرف ما یک دایرکت مسیج میگیرین. و برای شرکت توی قرعه کشی هفته دیگه یادتون نره زیر آخرین پست توی اینستاگرام من کامنت بذارین و هشتگ ویتامین سی رو یادتون نره. من این ویتامین نخوردم الان اینجوری شدم. ویتامین سی ایران رو یادتون نره، این هشتگ ویتامین سی ایران، هشتگ ویتامین سی ایران یادتون نره. قرعه کشی $500 دو نفر. خب دوست خوب و هنرمند من شروین برای شب یلدا هم یه کار خیلی خوب داده که اینجا با هم میبینیم و لذت میبریم. نمیدونم که از آجیل بخورم یا از گیر، یا شاید هندونه رو من میرم امروز ترجی، ولی مدم میگه خب بس دیگه بیناموس، تو منو خوب اشتباه گرفتی باز بازم بیر، با سوار خالم با هم شوخی های بیمزه میکنه، بابا مم از رو دروایسی میخنده، پال حافظ چیه بابا برو بستنی بیا، خود حافظم شبه یلا فقط میبلعه، وای دارم پاره میشم چه خوردم سال پیشم، وای دارم پاره میشم چه خوردم سال پیشم. خب یه قسمت دیگه از گرینگو شو تموم شد و امیدوارم که این قسمت بهتر از جوک های شوهر خاله و شوهر عمتون بوده باشه و خندیده باشین. این راه های ارتباطی رو فراموش نکنین، مخصوصا چون امشب به هر حال شب درازی و قلندر بیدار، یعنی من بیدارم تا صبح بیدارم، این راه ها رو فراموش نکنین و شب یلدای خیلی خوبی داشته باشین. قربونتون برم.